اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. آوار حسرت است که می ریزد بر شانه های غربت من. در غربتم تبعیدگاه چهاردهه، از شعله جوانی من تنها کورسوی شمعی باقی است. دل در عبور این همه ماه و سال در پشت شیشه های منبتها سرخ و بنفش و آبی در روبروی خانه زیباترین پریچه آن روزهای خوب بیدار مانده است. بر بام خانه‌ام در ظلمت همیشه تبعیدگاه، جان و جهان خسته من با برق شهاب درگذری گرمای عشق میگیرد. یعنی که زنده‌ام، یعنی که ماه و سال در سالهای تبعیدی پروانه های سرکش امید را از قلب من نرانده است. پروانه های سرکش امیدم باقی است. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه دوم ژوئیه یا جولای، 11 تیر ماه، به شما سلام. من در کار مبارزه با رژیم جهل و جور و فساد، رژیم منافق دروغزن، از اپوزیسیون دروغزن و منافقم بیزارم، به همون اندازه که از ذوب شدگان در ولایت بدم میاد، از ذوب شدگان در بیوه رجوی هم افسرده میشم. یعنی بعضی هاشون میبینم آدم های ساده بیچارهی که فریب اینا رو خوردن. بعضی ها خب کلاشن. آقای سید المحدثین عربی حرف میزدن در مراسم فیل هوا کردن و از میفرمودن که بله این کشت و کشتار رو اینا که در محمره شد ندای مقاومت. اول اسم خرمشهر یادشون رفت. باید ببینیم خرج کننده کی بوده. و خیلی برای من عجیب بود. یک سازمانی بعد از 40 سال فریبکاری و دروغ بخواد مبارزه بزرگ شما رو به حساب خودش بذاره، چون آقای جولیانی رو آوردن اونجا. جولیانی و اون یکی اینا دوریال هم نمیارزن. البته من افسرده شدم، سال قلاب رو دیدم اونجا، به خاطر نفرتی که از جمهوری اسلامی داره. یه بارم به من گفت مگه اینا مقاومت نیستن؟ گفتم مقاومت عمشونن. مقاومت چی؟ اینا رفتن عملیات چلچراغ و فروغ جاودان رو کردن، بچه های مردم به کشتن دادن، بعد اومدن نشستن آدم ها رو علاف کردن. هر سال حالا چه داستان رو براتون بگم، دقیقش هم بگم که بدونید که چه اتفاقی افتاد. حضورتون عرض بکنم که اتوبوس هایی که از لهستان و بلغارستان و بقیه را افتاد بماند، حالا هر زوج بهشون 250 یورو میدادن، 3 شب اتاق توی هاستلای پاریس، مسافرخونه ها، پرچم و بعدم برای اینکه اینا بیان که وارد اونجا بشن پول رو در پایان مراسم بهشون میدن. مگه اونایی که سال قبل اومدن میشناسنشون؟
اما امسال داستان جالب تر. یه عده زیادی از این پناهندگان در ایتالیا یک چیز خاکستری بهشون دادن که در داخل ایتالیا میتونن سفر کنن ولی بیرون نمیتونن بیان، بجز اینکه برن از راه تورینوی جنوبی بیان، چون از این طرف باید از سوئیس بیان بازرسی میشن. از غرب روم ایستگاه مترو آخری لین آشور، اتوبوس ها صبح 7 اونجا بود، مراکشی ها، مغربی ها، یه عده مغربی، یه عده چون میگردن سفید هم باشن یا سبزه سیاه نباشن که بگن، اون سیاه ها رو یکی دو تا تو مهمانان و اینا هستن، اینا رو سوار اتوبوس کردن ساعت 7 حرکت کردن از جنوب از راه تورینو بیان که تورینوی جنوبی، چون در مرز سوئیس پاسپورت ها رو میدیدن، موبایل اینا رو گرفتن و اون برگ عبور یا گذرنامه پناهندگیشون هم گرفتن، اووردنشون پاریس. یه رقمی نزدیک 4000 نفر از ایتالیا، از اروپای شرقی، از آلبانی اینا اووردن به پاریس. خب یه 1500-600 نفرم که در پاریس دارن جمع کردن، طوری هم چیزها رو چیدن. آخه میگم شالاتانیزم، جمهوری ولایت فقیه 10000 نفر میان میگه 1,000,000 نفر. اینا هم یاد گرفتن، اینا شاگردان اون مکتبن. رجوی مگه نبود که به خمینی میگفت قربونت برم؟ مگه رجوی نبود که وقتی سفارت رو گرفتن اطلاعیه داد و اعلام کرد این کمر امپریالیسم رو شکستیم؟ هیچ وقت اینش یادم نمیره. امپریالیسم به بهانه حقوق بشر انقلاب باشکوه ما رو مورد حمله قرار داد. ای حالا میری جان بولتون رو التماس میکنی، جان بولتون این دفعه نیومد، چون واشنگتن هم به ما قول داد، گفت من از اینجاها نمیرم دیگه، من مسئولم، من نمیتونم، اون زمان بیکار بودم. اینا که میده آقای ریچاردسون و اینا، اینا اوتن شوتن، اینا در واشنگتن بنده کفششون هم نمیتونن ببندن، چه بسه برن به ترامپ بگن. اما این آقای جولیانی وکیل شخصی ترامپه و همکنون عده‌ای از امریکایی‌ها، از جمله چند سناتور، چند جنرال آمریکایی که افراد اینا رو اینا کشتن، در یک بیانیه مفصل که فکر می‌کنم فردا برای پرزیدنت بره، اعلام خواهند کرد که جولیانی حق نداره به عنوان وکیل او عمل کنه و بره به جلسه کسانی که افسران آمریکایی رو در ایران کشتن، مستشارا رو. خانواده این افسران الان تدارک دیدن، اتفاقا دکتر شارخ مینسکندری دوست من و وکلایی که هستن، خانواده اینا دارن شکایتی تنظیم میکنن علیه بیوه رجوی و اون دار و دستشون جعفرزاده و اسقرزاده و حسنزاده و اینا که اونجا جمع شدن دورشون، آقای ابریشمچی همسر سابقشون و همینطور آقای سید المحدثین. حالا اینا جمع شدن اونجا، من واقعا گوش کردم سخنرانی ها. حالا اون سخنرانی های آمریکایی که پول گرفته بودن مبالغ بین 25 تا 75,000 دلار. هتل 5 ستاره، 3 روز اقامت در هتل با فول بورد، یعنی غذا مزه همه چی، هواپیمای فرست کلاس، اغلبشون با یونایتد و ایر فرانس اومده بودن، هواپیمای فرست کلاس و هزینه، و اونجا هم یه پول تو جیبی براشون گذاشته بودن غیر پول گنده که یکی از این نوکرای سازمان دست به سینه تو هتل ایستاده بود، اینا اگر توالت هم می‌خواستن برن 2 یورو بدن به دربون توالت، آقا می دوی جلو تقدیم میکن. اینم و یه خانوم هم بود البته. از جهان عرب هم یک نماینده مجلس بحرین اومده بود که از سلفی هاست و سنی های بسیار تند رو، و یه چند تای دیگه هم بودن از الجزایر و مغرب و غیر و غیر، و بسیار اسباب تأسف بود. فیلی هوا کردن و بعضی از این شبکه‌ها هم پخششون کردن در جهان عرب، و برای من اسباب تأسف بود که یک سازمانی چون پول داره، چون عمو صدام خیلی بخشنده بوده در پرداختا که فیلماش هم هست میبینید، و همینطور جاهای دیگه هم که به نوکری رفتن و پولای کلان گرفتن و بعد اینا رو سرمایه گذاری کردن، مثل بعضی از گروه های اپوزیسیون نبودن که بیچاره ها
حقوق میدادن بعدم پولشون که تموم شد همه گشتن رفتن. نه، اینا سرمایه گذاری کردن از کارخانجات پلاستیک سازی ژاپن تا قمارخونه ماکائو تا چیز دیوتی فری شاپ بورکینافاسو. به هر حال از این کارا کردن، پولم در میارن و این اعضای بدبختشون هم اینا که برای پناهندگی نامه از اینا میخوان وادار میکنن 2003 شی پولی هم اگر میگیرن از دولتی یا از جای برن بدن به اینا. خدا رحمت کنه، الهه اون هنرمند بزرگ و برجسته که اینا فریبش دادن، هم او و مرضیه بانو رو و مرضیه الهه رو دعوت کرده بود با هم رفته بودن، همینطور منوچهر عزیز، عماد رام عزیز، واقعا افسوس میخورم. الهه برای من داستانا تعریف میکرد، گذرنامه‌شو دزدیده بودن، شب تو اون جایی که خوابیده بود که خانومی هم اونجا تو اتاق بوده از سازمان، کیفشو خالی کرده بودن، $5,000 پولشو برده بودن. به هر حال این سازمانی است که آرزوی رسیدن به قدرت داره، ولی ملت دلاور ایران، اون بچهای خرمشهر، اون بچهای آبادان و بچهای جزیره، بچهای بندر ماهشهر و بچهای تهران، بچهای اصفهان، مشهد، شیراز، یک بار آقا اسم شما رو نیاوردن، خجالت بکشید، یک بار اسمتون رو نیاوردن. دارید شما از این تظاهرات رو پخش کنید که حتی بعضی از این لطفا پخش کنید این تظاهرات خرمشهر و اهواز رو. من از نواده فتلی شاه میخوام مثل همون خاقان مغفور واقعا برید بشنید، شرم کنید. اون خاقان مغفور وقتی 17 شهر قفقاز و داد و گنجه و تمام گرجستان و غیره، گاهی میگفتن در خلوت میشه گریه میکرد، برید گریه کنید. 40 سال فریب، بشنید گریه کنید. بیچاره خیابانی روحشم الان داره در عذابه، حنیف نژاد، بقیه شون روحشون در عذابه. یک مجموعه شالاتون نگاه کنید. البته آقای ابریشمچی هم اونجا ایستادن، آقای مدیر شانه چی آدم با شرفی بود، واقعا واقعا با شرف بود. به هر حال آقایون خجالت نمی کشن. بیوه آقای رجوی پیش خودش خود نمیشه فکر کن آقا در شهرهای جنوب هم دارن فریاد میزنن رضا رضا پهلوی. حالا آقای رضا پهلوی در مقام پادشاه مشروطه، رئیس جمهور، هر چی، اسم او رو دارن صدا میزنن. رضا شاه روحت شاد میگن، نمیگن مسعود جان روحت شاد، همچی چیزی نمیگن. اگرم بتونن لعنت میفرستن
که شما عامل ادامه جمهوری اسلامی شدید، شما باعث شدید این رژیم جنایتکار ادامه پیدا کنه. بعد از جنگ تمام شدن و جام زرد نوشیدن آقای خمینی، شما بودید که با عملیات چلچراغتون رژیم رو دوام بخشیدید، ولی مردم گریبانشون میگردن پوستشون رو میکندن. این شما بودید که بهشون عمر دادید. وحشت مردم از اینکه اگه اینو برن شما بیان و آقای جان بولتون، آقای جولیانی بخوان خانم رو بزک کنن به عنوان نگار 14 ساله بیارن به ملت ایران غالب کنن، باعث شده که این رژیم هنوز بمونه. باعث شده بعضی از خارجی ها بگن آقا بهتره اگه بخواد اونا بیان. نه، این بار ملت ایران به شما اجازه نمیده، کلاگذاری رو نمیذاره انجام بدید. ما خودمون 2 هفته پیش در واشنگتن بودیم، البته ما پول نداشتیم. دکتر میراسکندری و رضای عزیزم و کتایون و آقای کیومرزخان نعیمی اینا پول گذاشتن و جمع کردن و هزینه اونجا رو متقبل شدن. عمو صدام و عمو جدام و شیخ مخبوط و جخبوط و اینا نبودن که خرجو بدن. در نتیجه خیلی در حد آبرومندانه در دانشگاه جورج واشنگتن برگزار شد با حضور آدمایی که ایران رو عاشقانه دوست دارن، خواهان یک پارچگی ایرانن. دیروزم پخش کردم که همه ببینن سخنرانی ها رو. حالا اینا اومدن این معرکه در پاریس گرفتن که نمایش بدن 3 روز و 3 شب مراسم جشن و سرور و پایکوبی و شعار و غیره برقرار بشه که چی بشه، که به دنیا بگن دنیا نگاه کنید ما اپوزیسیون رو میبینیم، بقیه نمیتونن. رضا پهلوی چند نفر جمع میکنه؟ این گروه ائتلاف چند نفر جمع میکنن؟ جمهوری خانه ملی چند نفر جمع میکنن؟ این ما هستیم. نگاه کنید، پول داریم، امکانات داریم، اما حالا اون یکیشو به ما ببخشین که تو ایران پایگاه نداریم، مردم از ما متنفرن، اونو ببخشین. میریم محبوبیت پیدا میکنیم، میریم میخریم مردم. نه، نمیتونی مردم ایران رو بخرید. مردم ایران یادشونه لب و فروش سر کوچهشون رو تیکه تیکه کردید. مردم ایران یادشونه که چه آدم های بیگناهی رو شما به اسم مزدوران رژیم کشتید. بچه های مردم رو 40 سال فریب دادید، اشرف و لیبرتی و حالا زندان تیرانا. مردم اینا رو میدونن. من اینا رو میگم خودمو به خطر میندازم، اینا رو میدونم. یه بار خواستم منو بکشن، لطف خدا بود زنده موندم. فیروز نازنینم بود که خود رو انداخت رو من با اون بدن نحیفش، گوران عزیزم، و نگذاشتن منو بکشن، ولی بیلیمو شکوندن. مهم نیست، اینا ممکنه فردا همین کارو بکنن، ولی من تا روزی که زندم این مجموعه گانگستر شوم رو که بچه های 3 نسل رو به نابودی کشوندن در کنار جمهوری اسلامی باشون می جنگم، چون دروی سکن. ولایت فقیه بیوه آقای رجوی با ولایت فقیه سید علی هیچ فرقی با هم نداره، هر دو مبناش فریب و تزویر و نفاقه. آقای خامنه ای اگر ذره وجدان بیدار داشت می اومد اعدام یک درویش گنابادی رو تایید میکرد. این آقای خامنه ای رو زمین میخوابید، زانو میزد، سرش رو به زمین میزد که مرحوم سال علی شو یارانش اینو راش بدن تو خانقاه. حالا میگه کار خوبی کردید، آقای سلاس خوب شد کشتید، آفرین. نه، آقای خامنه ای همونقدر دستش آلوده است که دست اون مرحوم، حالا نمیدونم رحمتم براش بخوام یا نه، و بیوشون و اون دوروریاشون. واقعا آدم میبینه آقای جعفرزاده، معفرزاده، سید المحدثین چقدر دروغ میگن، چقدر دروغ میگن. به برکت مقاومت مردم امروز، کدوم مقاومت؟ مقاومت توی اورسوار، مقاومت توی آمریکا، مقاومت توی اتاقای سناتورا و سازمان سیا و ورانور، مقاومت در کشورهای حاشیه خلیج فارس و دست گدایی بردن و کشکول بردن،
همه میشناسنشون. خیلی جالبه، من از یک مقام بلند پایه یک دیپلمات اماراتی پرسیدم، گفت آقا میدونیم اینا کلاشن، خبر داریم، ولی برای آزار دادن جمهوری اسلامی بعضی وقتا میشه قلقلک داد. اینا مثلا پخش مراسمشون از تلویزیون العربی و الحدث رو میذارن به پایین که بله ببین سعودی ها دارن از ما حمایت میکنن. نه برادر، نه خواهر، نه، برنامه ریختن نشوندنتون سر کار. نمیخوام اس بیارم، ولی مثل بعضی از وسایل ازتون استفاده میکنن، بعدم در سطح زباله مزبله، چون اونا بهتر از شما میدونن که در ایران چه خبره. اونا هم میشنون رضا شاه روحت شاد، اونا هم میشنون که مردم ملیون رو دوست دارن، اونا هم میدونن که مردم ایران زنده ها دکتر شاپور بختیار رو از یاد نمیبرن، اونا هم اینا رو قشنگ میدونن. و بنابراین عرض خود میبری و زحمت ما میداری، واقعا مگسانید. و فعلا دلارا هست و عمو صدام ارث زیادی براتون گذاشته، حال میکنی. خب بیشتر از این دیگه اینو لیاقت حرف زدن نه. ها گفتن دو نفرم در بلژیک به زن طراحی حمله به همایش شورای مقاومت دستگیر شدن. با خدا گفت من باور نمیکنم. گفت باورم یاد یاد سندیا نادرپور میافتم و مرحوم شاهانی توی بار مرمر، مرحوم نادرپور از تاجیکستان اومده بود و تعریف میکرد که واقعا هم راست میگفت، برای اینکه اونجا من دیدم چه دوستش داشتن، او سیمین بانو رو. مرحوم نادرپور داشت تعریف میکرد، بله رفتیم چیکار. مرحوم خسرو شاهانی چند تا صندلی اونورتر نشسته بود، دروغ میگه. نادرپور خیلی آدم خونسردی بود، وزین. باز تو گفت من رفتم اونجا بردنم دانشگاه انجمن نویسندگان، باز گفت دروغ میگه. یه دفعه نادرپور پاشو رفت سراغش و بردک فلان فلان فلان، تو اونجا بودی که دیدی. حالا خوشبختانه ما اونجا هستیم، تلویزیون داره پخش میکنه. آقای سید خان محدثین دروغ میگی، خانم بیوه مسعود دروغ میگی، آقای جعفرزاده دروغ میگی، آقای جولیانی دروغ میگی، آقای ریچاردسون دروغ میگی، بقیه‌تون هم که اونجا هستید دروغ میگی. بگذاریم. و خیلی جالب بود که هیچ کدوم از اقوام نرفتن، هیچ کدوم. یه بختیاری اونجا نبود، یه قشقایی و بوی رحمدی نبود، یه کرد دلاور نبود. البته ممکن دوتا و نصفی از اینهایی که بهشون رفتن پیوستن. یه وقتی جلیل قادیانی رفته بود با شورای ملی مقاومت، اونم اومد بیرون و دلاورانه گفت که اینا چی هستن. بله اونام نرفتن، عرب‌های ایرانی هم نرفتن. همین آقای عبدیان یه دفعه دو سال قبل رفته بود و بعد دیگه بی پاسخ گذاشت. خب اینم من بگم، اینم از دوستان عرب ایرانیم گله‌مندانه بگم، وقتی که یک حوادثی مثل اهواز خرمشهر غیره رخ میده، بعضی از این دوستان بی سلیقه و نابهنگام سخنگو بدونه که توجه کنن شعارای مردم چیه، چه حرف. بله مردم در محمله اشغال 80 ساله رو اومدن علیهش به پا خواستن. چرا این حرف رو میزنی؟ کدوم اشغال؟ خوزستان 2000 سال خوزستانه. بعد کی گفته شما اکثریت دارید در خوزستان؟ آمارها و سرشماری های قدیم و جدید رو بیارید نگاه کنید. رژیم جمهوری اسلامی سیاستی علیه شما نداره، سیاستش ضد عرب هاست، به خاطر اینکه میخواد مردم ایران رو تحریک کنه. ولی من لیست میارم چه تعدادی از عرب های ایرانی در بالاترین سطوح، اینو براتون فردا یادم باشه بیارم، خدمت میکنه. رژیم به توده مردم عرب مثل توده بختیاری داره ظلم میکنه، زمینشو آب بهش نمیده. چهار تا شعار روشن فکری شما هدف مردم نیست. همون بچه بنیکعب خوزستانی تا پای جان برای دفاع از این خاک ایستاده،
هرگز هرگز راضی نمیشه یک مو از سر ایران خانم کم بشه. چه بره زیر پرچم عراق، بره زیر پرچم کشورهای تو خودشون تازه تأسیسن، زیر پرچم کی میخواد بره؟ و جهان اجازه میده این چیزا رو؟ نشستن تو خیالات خودشون. بعدم برای اینکه خودنمایی کنن، آقا اون پالایشگاه پتروشیمی رو ما آتیش زدیم، بده بیاد دینار بده، ما آتیش زدیم. اون پاستا رو ما سنگ زدیم سر شکست، ولی تمام کشور عربی میشناسنشون. اینا وسیلهایی که ازشون استفاده میکنن، ولی چه معنی داره آقای پاشو بیاد توی تلویزیون عربی ازش سوال میکنه این تظاهرات اینا ارتباطی با تظاهرات مردم ایران داره؟ نخیر، از شعوب الایرانی، ملت‌های ایران یک ملت، ملت ایران یک پرچم، سرنگ شیر و خورشید نشان، یک زبان ملی، زبان فارسی و همه زبان‌های اقوام محترم معزز در بین خودشون درس داده بشه، دانشگاه، مدرسه، دبستان، ولی زبان ملی مشترک زبان همه ای ماست. بنابراین من با آقای حسین بور، با یاسین اهوازی، با کاک عبدالله مهتدی، با ضیاء صدرالاشرافی، با دوست تالشم، با دوست کرد خراسانیم، با جوبای ترکمن، با قشقایی ها، با بوی رحمدی ها، با بختیاری ها، با بلوچ ها، با ساکنان جزایر، همه با هم به یک زبان حرف میزنیم، زبان حضرت فردوسی، زبان حضرت حافظ، زبان حضرت سپهری و شاملو و سیمین بانو و ابتهاج. راستی ابتهاج 95 سالش شد، 91 سالش شد، نمیدونم تولدش بود. دیدم دوست عزیزم دکتر کریمی حکاک در گفتگویی که با آقای حجازی داشت اشاره کرد به ابتهاج. زنده باشی امیر هوشنگ خان عزیز، یه دوره باش کار کردم، خیلی دوران خوبی بود در رادیو. درنگ کوتاهی میکنیم بریم حماسه خرمشهر رو. حماسه خرمشهر بسیار زیباست، سمفونی که آقای انتظامی ساخته و خودش رهبری کرده. مجید، بریم گوش بدیم.
با درود دوباره. ای کاش اسم تمام این نوازندگان رو داشتم، اسمشون رو میووردم، روی مجید عزیز رو میبوسیدم. عجب حماسه خلق کردی. به یاد شعر سیمین بانو میفتم: حمید آزاد شد، هویز آزاد شد. چه روزی بود، چه روزی بود، چه روزی بود که ما اشک شوق میریختیم و خرمشهر آزاد شد به برکت شجاعت ارتش دلاور ایران، به برکت اون پاسدارایی که مثل آقای رستم قاسمی 2 میلیارد نمی‌دزدیدن. دیدم پسر شهید باکری بود، پرسیده بود آقا این یارو که 60,000 تا سکه میگید چرا اسمشو معرفی نمی‌کنید؟ آخه نمیتونن. جناب آقای شریعت مداری محمد آقا امنیتی ذات و وجود دی ان ای ایشون رو برید، امنیت ازش میاد بیرون. هر روز اول آدم کشی و بچه های مردم رو تیر خلاص زدن این آقای شریعت مداری بوده. به زور آقای خامنه ای اومد نشست. حالا اون نعمت‌زاده دزد سابقه آدم کشی نداشت، دزد بود، این هم دزد هم آدم کش. روحانی اومده گفته اسم این کسایی که در این دو ماه عرضه 4,200 تومانی گرفتن دلار، اینو فاش کنیم. نه نمیشه آخه، چه جوری؟ نه خیر، نباید این کارو کرد. این ضربه میزنه به تجارت و بازرگانان، چون هم باجناقش تو این کار بوده، هم آقازادهشون، هم خانومزادهشون، همه تو این کار بودن. حالا براتون فهرستشو میخونم. اون جوان 31 ساله رو بدید 64,000 تا رو بعد ملاحظه بفرمایید. بله نگاهشون بفرمایید. آقای صفدر حسینی داماد، ایشون پدرزنه، اونم دخترشونه، اون پایینم دامادشون که سکه خریدن 39,000 تا سکه. بعد خیلی جالبه این آقا اومده، این خانم اومده اعلامیه داده با آقای لاریجانی: آقای لاریجانی به عنوان نماینده مجلس از من دفاع کن. ول کن خواهر من، دزدی دیگه بسه دیگه، خجالت بکشی. اما براتون میگم که فهرست رو ببینید. شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران 128 میلیون یورو و 887,128 گرفته که برنج سفید قابل مصرف، معلوم شد برنج سفید غیر قابل مصرف هم داریم، همون برنجایی که به مردم بیچاره میدن، این برای خداشونه. برنج تیلدای باسماتی میخرن برای خودشون. شرکت فواکه، واردهاش چیه؟ جو. فواکه یعنی میوه، ولی این جو وارد میکنه. 17,750,000 یورو 4,200 تومن گرفته. 3 میلیون یورو شو جنس وارد کرده، 14 میلیون یورو شو تو بازار فروخته به 2 برابر قیمت. شرکت نیکوفراز چای آورده 7,541,000 یورو. شرکت پرتو تجارت تابان خمیر کاغذ آورده 28,107,000 یورو. شرکت ماهیدشت کرمانشاه دانه سویا آورده، آخه اصلا آدم باورش نمیشه، 149,077,000 یورو. شرکت کلهر دانه جنوب، ذرت برای خوراک دام
74,869,000 یورو. شرکت فدس یاس اسپادانا، اسماش هم از خودشون عجیب غریبه، عدس وارد کرده 13,365,000 یورو. شرکت مهر کالامهان کاغذ وارد کرده A4 7,420,000 یورو. شرکت شکلی کره وارد کرده 12,000,000 یورو. ای خدا، برو به اون بگیم خدا بیامرزته، قالب کره رو می‌خریدیم 15,000. ای بیچاره، بیچاره شاه. شرکت آریا محتشم گوشت گرم گوسفندی، یعنی گوشت تازه، 17,077,000 یورو. این بیچاره کی می‌خوره؟ شرکت فارس تارمه گوشت گوساله یخ زده 10,200,000 یورو. گروه صنعتی بارز مواد اولیه لاستیک 7,370,000 یورو. نکته جالب براتون میگم، تو این شرکت ها یه شرکت هم هست، بله، حالا بعضی ها کالای اساسی و بعضی ها غیر اساسی، اما شرکتی هم هست که مونتاژ فولکس واگن میکنه، بعد پول گرفته برای واردات قهوه. ازش مرسه آقا قهوه برای چی؟ آره ما به خریدارانمون کادو میدیم، وقتی میان پیش ما، ما اونجا قهوه هم بهشون میدیم که حال کنه. واقعا آدم نمیدونه چی بگه. بعد اون ملکه وجاهت، من چی میگم، پادشاه وجاهت جمهوری اسلامی در حسن و اخلاق و غیره نظیر نداره، سردار جلالی پدافند غیر عامل، قیافش نگاه کنید بعد بهتون میگم چه حرفای بی ربط. اصلا من نمیدونم آقای خامنه ای رو را کجا پیدا میکنه. البته جمهوری اسلامی از این توفه ها زیاد داره، توفه ها رو میاره. بعد الان براتون عرض میکنم که این آقای سردار محترم آقای جلالی فرمودن که بله این اتفاقاتی که داره در ایران میفته، این اعتراضاتی که داره صورت میگیره، اینا همه دست خارجیه، دست خارجی هست. میگه که اینا مشکوک به دخالت خارجیه. تیم‌های مشترکی از اسرائیل و کشورهای همسایه، منظورش عربستان، ابرهای در حال ورود به ایران را غیر باور میکنن. آقا عربستان مولا میشی منقدر تو قدرت داری، ابرای خودتو بارور بکن که نماز استقصال نریم بخونی. ابرای ایران رو غیر بارور میکنی؟ عجب نامردایی اینا. این اسرائیل عجب کارایی بلده بکنه. آقای نتانیاهو از اون ور برنامه گشته به مردم ایران را نشون میده چجوری آبیاری کنید، چجوری از حداقل آب استفاده کنید برای محصولاتتون. بعد از اون ور میره ابرایی که دارن میان ایران یه آمپول تو هوا میزنن بهشون، غیر بارور میشه. اوه اوه او. این اسرائیلی ها چه آدم هایی هست، چه کارهایی بردن. یاد عربستان هم دادن. اگر ابری رطوفت کافی داشته باشد برف و باران ایجاد می شود، و در صورتی که نداشته باشد اصلا بارشی نخواهد داشت. ایران دچار خشکسالی ممتد است، و این حالا از این من میگه این روند جهانی شامل ایران نیست، ولی از اون طرف میگه که بله دخالت خارجیه، اینا اومدن ابرای ما رو غیر بارور کردن، نازا کردن ابرای. حالا شما که اون دیوانه رو دارین دکتر روانیه روایزاده، برید اونو بگید. اون میگه که پیتزا اگه بخوریم مردم مردی میفتن، بعد آدامس هم بجویم از چیز دیگه میفتیم. خب برید اون بیاد بره ابرا رو بارور کنه، اون از زمین میتونه خلاص ابرا رو بارور کنه. خدایا چه کنیم باید؟ شما فکر کنید قاسم سلیمانی که ما سوابقش رو کاملا میدونم، پیش کی شاگرد بنا بود، چیکار کرد اینا، حالا ایشون شده کارشناس اقتصاد. بابا روحانی برو بشین خونت، برو بشین، جرأتم که نداری بیه بیرون حرف بزنی. آقای قاسم سلیمانی دستورالعمل میده برای مبارزه با استکبار و راههای اینکه این اقتصاد تحفه جمهوری ولایت فقیه رو درست کنه. گوش بدید به حرفاش. همین
الان ما با همین بحران‌های اقتصادی که داشتیم در دوره‌های همین دوره‌های طولانی انقلاب محاصره اقتصادی، همین چیزی که امروز می‌بینیم، به رغم اینکه خیلی از دولت مردان نتوانستن اون اهداف مد نظر خودشون را یا مد نظر انقلاب را همه اونها را محقق بکنن یا فرصت نداشت. آقای قاسم خان دنبال چی؟ حضرت آیت الله العظما احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، رئیس خبرگان، مردی که در دو هفته 32 میلیون پوند از ایران خارج کرد توسط کارمند سفارت جمهوری ولایت فقیه و یکی از دلالای ارز از رفقای آقای رفیق دوست، الان بیاید ببینید چی میگه، علاج کار رو از زبونه ایشون ببینید، گوش بدید. ما اصابكم من مصیبت فباش اصفت ایدیکم یفوان کثیر. بالاخره مدیر و مدبر این عالم خداست. گرما به دست خداست، سرما به دست خداست، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خداست. یکشم گرانیه به دست خداست. پس باید توجه ها، اگه تو دزد رئیس شورای نگهبان و رئیس خبرگان نبودی خدا اینجوری نمی کرد. چطور خدا برای شما خوب ساخته؟ چطور داماد آقای صفدر حسینی خدا برای ساخته که بدزده؟ جنابایی خدا برای ساخته بدزدی؟ آخه شرم کنین از خدا. خدای بدبخت عامل گرانی خداست یا دزدی های شماست؟ یا بیشعوری شماست، نادانی شماست، دشمنی شما با این ملت بزرگه؟ خدا گرانی آورده؟ خدا یک لعنتی به سر ما آورد به نام ولایت فقیه، اون جنایتی که بر حق ما شد. خب دیگه آدم چه بگه دیگه، وقتی که ولایت مدار کشورمون احمد جنتی میشه. شاهزاده رضا پهلوی یه جوابی داده با آقای خامنه‌ای که حالا توییتر نویس، توییت نویس شده، یاد گرفته از ترامپ. آقای خامنه‌ای گفتن که مشکلات اقتصادی ناشی از امریکا، جنایات امریکا. جنتی میگفت خدا. این تضاد رو با هم حل کنید، بشینید با هم دیگه یه حرف بزنید، نه هر آدمی که از خونه مادر زنش قهر کرده بیاد مثل سردار جلالی این حرفایی رو بزنه که دنیا به ما بخنده. احمدی نژاد میگفت آمریکایی‌ها دنبال امام زمانن تو عراق. اینم برمیگرده میگه سعودی و اسرائیل باروری ابرایی که داره به سوی ما میاد گرفتن. بابا خودشون دوچار بیابین، نماز استقصا میخونن، الان سیستمایی دارن پیاده میکنن که البته اونا به فکر مردمشون هستن، مثل ما نیستن. گینبو و تمام مناطق رو، طائف و اینا که آب داره، رفتن از اونجا چاه زدن، آرتیزیان زدن، لوله کشی کردن، چه جور دارن اون کشور بی آب رو پر آب میکنن در کنار نعمات دیگر. واقعا دختره سعودی رو میدم پشت ماشین ناخونها لاک زده، شیک، توالت کامل رانندگی میکردن. یاد 40 سال پیش ایران میفتن، یاد دخترای دانشکده رو میفتم که مسعوده احسانی رو داشتیم با حجاب، دخترای دیگه هم داشتیم، آخرین مد فتانه بازرگان میمد. اینا رو همه رو ما داشتیم توی زمانمون، ولی اینا اومدن فریبکاری و دروغ و این بازی ها رو درست کردن. همکلاسی داشتیم خانم نازنین یگانه، محتشم با لباس بسیار زیبا آراسته می اومد، دختری هم داشتیم روسری سرش میکرد، هیچ اشکالی هم کسی درون نمیدید. بگذاریم. آقا که این حرف زده، شاهزادم جوابشو داده، یه توییت هم ایشون کرده. ملت ایران سال هاست که از رژیم شما جدا شده و به زودی قدرت و حاکمیت رو پس میگیره. من تردیدی در این ندارم، دیگه درستر و زیباتر از این حرف حرف نیست که این ملت بزرگ سرانجام شماها رو فرو میاندازد
و این نظام جهل و جور و فساد رو بلده که باش چیکار بکنه. امیدوارم که این روز رو خدای زنده باشیم ببینیم، زنده باشیم ببینیم. و من به این بچه های بیگناه مجاهد میگم، این بیچارهایی که این همه سال گرفتار فریبی به نام رجوی و باند و شرکا هستن. به این رجوی کسیست که فرزند خودش پشت کرد بهش، فرزند خودش. من از مجاهدی که توی دستگاهشون بود خیلی هم مقام داشت شنیدم که پسره به پدرش میگفت چرا با بچه ها این کار رو کردی، چرا انقدر دروغ گفتی. بله، یاد مادرش میفته، مرحوم خانم نبوی. بله، یاد اون میفته و چه بگویم. یه اشاره دیگه هم به خرمشهر بکنم، این جالبه. ولی الله حیاتی، فرماندار خرمشهر، به خبرگزاری صدا و سیما گفته که خبر کشته شدن صحت ندارد، فقط 5 نفر به صورت سطحی زخمی شد. آخه ببینید رژیم فریبکار و دروغگو، 2 نفر کشته رو که ما اسمشو داریم، 27 مجروحی که در خرمشهر به بیمارستان برده شدن، ولی از اونا که اسماشون هست. بیچاره بعضی هم از ترسشون به بیمارستان مراجعه نکردن. یکی 2 تا طبیب با شرف در اونجا، یکیشون بختیاری است و یکی دیگرشون هم عرب ایرانی، و اینا رفتن معالجه کردن، خونگی در واقع. فرماندار خرمشهر عوامل خرابکار و اختشاشگر رو مسئول حوادث دونسته. اول خرابکار شمایی؟ مگه شما قاتل رفیق خلیلی رو پول بهش ندی؟ شما خرابکاری؟ شما مگه بهترین فرزندان لبنان و عراق رو شما مگه نکشتی؟ حالا مال ایران که دیگه اصلا قابل شمارش نیست، ولی شما تروریستی، حزب شیطانتون تروریسته، ابو اسرائیلتون تروریسته، مردم خرمشهر تروریست نیستن، حقشون رو میخوان. کرخه و کارون تو خاکشونه، به اضافه 3 رودخانه دیگه. شما لوله کشتید میبرید به بصره میدید و این مردم آب آشامیدنی ندارن. آخه یک ذره شرم کنید از مردم ایران، شرم کنید از اون فلاح، از اون زارع خرمشهری یا آبادانی، بچهش رو تو جنگ شهید شده از دست داده، نخلستانش رو از دست داده، خانهش ویران شده، 30 سال بعد از جنگ حقش رو ندادی بهش، رفتی نشتی تو مقام فرماندار. آقای رحمان فضلی، رحمانی فضلی استاندار، خلاصه وزیر کشور و استاندار، همشون از یه قماشن و واقعا اسباب تأسفه که کشور ما گرفتار چه قوم و ظالمینی افتاده. اون وقت یه قوم و ظالمینی دیگه هم میخواد بیاد جای اونا رو بگیره. آقای حمیدرضا فولادگر، نماینده مجلس، میگه علاوه بر شماری از وارد کنندگان رسمی و غیر رسمی، تعدادی از کارکنان سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، همجا آقای شریعت مداری نمیخواد اعلام بشه، در تخلف در ثبت سفارش هزاران دستگاه خودرو دست داشت، خودروهایی که برای خود آقازاده هاشون آوردن و اصلا هم این اختیارش نیست لامبرگینی در ایران سوار بشه که پول این لامبرگینی میتونه 50 تا خانواده خرمشهری رو، خونهشون رو درست کنه، آب بهشون برسونه، مزرعهشون را بیفته، نه اینکه محصول کاهو یا هندونش رو نابود کنه، آتیش بزنه. چه کردید شما با این مملکت؟ چه کردید با این کشور بزرگ، کشور با ارزش و با اعتبار؟ اما بگذارید نکته رو براتون بگم. آقای جان بولتون در روسیه گفتگوهایی که با پوتین داشت، با بقیه مسئولان روسیه داشت، فدرال روسیه، مسئله خروج ایران در از سوریه در on the top of the agenda و دستور گفتگوش. تو این وسط مخفیانه آقای مشتبه خامنه ای و آقای میزا علی اکبرخان طبیب حضور ولایتی از فرودگاه مهرآباد
و نه امام خمینی، از پاویون مقصود آقای خامنه ای با هواپیمایی که ماهان ایر روش نوشته بود و خلبانی آقای طاهریان رفتن به مسکو. فردای روزی که جان بولتون رفته بود، یه عده شایعه کردن که اینا رفتن اونجا با جان بولتون مذاکره کنن. روسا خواستن اینا برن و گفتن دو نفری باید بیان که تصمیم گیرندن. آقا مشتبه ولیت فعلا راه افتاده دیگه، مثل اینکه طرح نایب السلطنگی ایشون و سلطنت آقای سید ابراهیم رئیسی مثل که به جای نرسه، چون رئیسی انقدر آلودگی و فسادش بیرون زده و قتل و آدم کشیهاش که بالاخره نمیتونن جا بندازن. این وقتی آقای خامنه‌ای رو جا انداختن به عنوان رهبر، خب میگفتن این رئیس جمهور بوده و بعد دستش به خون آلوده نیست، اون زمان میگفتن. بعد ها البته مسائلی پیش اومد و قتل‌های زنجیره‌ای و قتل‌های مسئولانی که تو خارج از کشور بودن و بزرگانی چون زنده یادان بختیار و قاسملو و شرفکندی و برومند و مظلومان و فرخزاد و دیگران و دیگران. به هر حال آقای سید ابراهیم رئیسی رو جا نمیتونن بندازن، هم پدرزنه آلوده و بدنام هم خودش. گویین که پدرزنم آلوده نباشه، داماد آلودش میکنه و نمیذاره. همین حضرت آیت الله العظما وحید الخراسانی و سحر یا داماد مبارکشون حضرت آیت الله شیخ صادق آملی لاریجانی، اینا آقا مشتبه رو را انداختن. فعلا این کالا رو در بازار مشغول ارزیابی و مشغول بازاریابی هستن. روسا هم به هر حال چون مثل ترکمانچای که به فتحعلی‌شاه قول دادن بعد از او عباس میرزا و سلطنت در بچه های او باشه، و خود عباس میرزا هم قول دادن و الا بعد از فوت عباس میرزا در مشهد از او لایق‌تر بودن، تو برادرش فرمان فرما بود، خیلی ها بودن. به هر حال اونا قول، الان هم روسا به آقای خامنه‌ای قول دادن که آقا مشتبه رو بسپر به ما، خودمون بدیم. رفتن به مسکو، چه گفتن چه کردن در یک سفر چند ساعته من نمیدونم، ولی این رو میدونم که این سفر هیچ ثمری برای رژیم نداشت جز اینکه وابستگیش به روسیه بیشتر و بیشتر شد و آقای جان بولتون هم کار خودش رو کرد و از روسا تعهد گرفت که رژیم جمهوری ولایت فقیه و نیروهاشو از سوریه بیرون کنه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده تا فردا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم. وطنم 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 وطنم، بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم. وطنم 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 وطنم، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونت بزنان ز سلابت ایران جوان، به اصالت ایران کهن ز سلابت ایران جوان.
شام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونم بزنان، ز سلابت ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سلابت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. Thank you.